بچه امروز توی ویدیو براتون یه دونه اتچمنت اچس خیلی خاص خیلی 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 خاص براتون آوردم. خودم فکر کنم دودودن دو سال پیش یه چیز شبیهش رو بهتون دادم، تازه اینم نیست الان بعد از دو سال. بچه فکر کنید تو این یه ماهه میخواستم همش این اتچمنت رو دوباره یه تست بزنم باش بازی کنم، خب همش یادم میرفت یا وقت نمیشد. تو این بازی بچه کلا اسنایپر شاتگان بازی کردم، گیم پلی خیلی خفن. همین اول بازی فکر کنید دو قدم میرم جلوتر یه دونه دی ال کیو برمیدارم، آی فست اسکوپ میزنم براتون، آی فست اسکوپ میزنم. بچه این اتچمنت رو ران کنین اسنایپر که برمیدارم این نگاه شاتگانم اینجا برداشتم بنوازم داشم یعنی اول بسم الله داشم داره چی بازی میکنه میگم داره همین اول بازی دی ال کیو چی اسمش دی ال کیو شاتگان داره بازی میکنه. واقعا سخت، واقعا سخت بچه. اینا نگاه اکتیویژن دی ال کیو داشم میگوشه اینجا بیا داشم میگه دی ال کیو تو بردار برو پی کارت بزن فسکو کن انمی فشار بباره. بچه انمیو خب با این شاتگان زدم، شاتگانشو برداشتم دیدم همون اتچمنتیه که میخواستم بهتون بدم. یه چی از این بهتر؟ گفتم مستقیم همون اتچمنت رو براتون میارم. گیم پلی هم بچه‌ها که خفن هست. بچه‌ها تو این ویدیو یکی اتچمنت رو میخوام بهتون بدم، یکی میخوام در مورد اتچمنت ها صحبت کنم، یکی هم بچه‌ها میخوام در مورد شاتگان ها خیلی حرف بزنیم. چون تو این سیزن بچه‌ها شاتگان ها خیلی تغییر کردن، واقعیت داستان شاتگان ها بچه‌ها خیلی تغییر کرده. بزنین بزنم بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم شاتگان ها خیلی تغییر کردن، میخوام بچه‌ها در مورد اونام صحبت بکنیم. یه سلام به اون کلای خوشگلتون واقعا نداشتون، واقعا سلام به اون کلاتون. بچه‌ها چیکار می‌کنین؟ چه خبرها؟ سابسکرایب خیلی مهم، طبق معمول یه دونه بزن بیخی سابسکرایب از اینجا پرت بشه سر کوچه، خیلی مهمه. زنگولهش هم که روی آل بذاری که خداست، ولی ببین من خودم باشم حقیقتا فقط سابسکرایب رو میزنم. شاید یک کامنت حقم به خاطر اینکه زیبایی کله خودم برای میگم موومنت های چپ راست داشت میدید واقعا بنوازم، زیبایی کله خودم برای خودم بچه ها بذارم. یه دونه لایک هم گذاشتی بذار دیگه. آقا بریم سراغ ویدیو. خیلی وقت بچه ها از چی میگن؟ از اون کله های زیباتون تمجید نکرده بودم، دلم برای اون کله هاتون تنگ شده، واقعا کله زیبا. بچه اولا در مورد سیزن جدید، از کجای سیزن جدید براتون شروع کنم؟ بچه ها شاتگان زنی بچه ها سخت شده، یعنی بخوام حقیقت داستان رو بچه ها بهتون بگم، شاتگان زنی تو این سیزن سخت شده. دلیل داره انمی ها بچه انمی که نه ببین بیشتر پلیر ها توی کالا آف، حالا توی ریجن توی سرور خودمون یکم قضیه یکم متفاوت تره. توی بیشتر سرور ها، حالا سرور خودمون هم تا حد زیاد اینجوریه، بیشتر پلیر ها بچه با AK-47 و SMG و رایفل اینا بازی میکنن. اوکی اسنایپر شاتگان خیلی کمتر پلیر ها بازی میکنن، چون که اولا سخت تره، مخصوصا اسنایپر، چون که اسنایپر انقدی کارآمد نیست توی کالا، یعنی مثلا قدرتی بخوای حساب کنی مثلا توی اسنایپر بدی به من بگی کیل بیشتر میتونی باش بگیری یا یه دونه AK 47 100% AK 47 بیشتر میتونم باش کیل بگیرم. این نشون دهنده چیه؟ یعنی اینکه قدرت اون گان بیشتره. واقعی بخوای حساب کنی آقا جان مثلا یکی به تو دو تا بیل داریم، یکی از این بیلا میگن تو با این بیله میتونی مثلا روزی چه میدونم 10 کیلو مثلا، نه 10 خاکو که با کیلو اندازه نمیگیرم، مثلا میتونی یه چه میدونم آره دو تا فرغون مثلا خاکو مثلا پر کنی، با اون یکی میتونی 10 تا فرغون خاک پر کنی. خب معلوم اون یکی چیه؟ قدرتمندتره دیگه، قدرتش بیشتره، قدرت نه قدرتش بچه‌ها بیشتره. سر همین بیشتر پلیرها بچه‌ها AK-47 اینا بازی میکنن. حالا ببینید AK-47 و اینا با SMG ها کلا تیتیکیشون اومده پایین، خیلی سریع دارن میندازن بچه‌ها. حالا نکنین این قضیه باعث میشه چی؟ شما حس کنین که شاتگانتون ضعیفه، یکی کنار اونم شاتگان ها تیراشون بچه ها جمعتر شده، یعنی تیراشون جمعتر شده خب، بعد دمیجشون هم بچه ها یه جوری بالانس شده که یعنی شما باید تیراتون رو دقیق تر بزنید. گرفتی چی شد؟ یعنی تو که مثلا یه ذره مثلا قبلا تیراش پخش بود همینجوری از شلقمی میزدی همینجوری 7-8 تا تیرا به انمی میخورد، ولی الان باید خیلی تیرا اسنایپر هم قطعی بزن تموم شد. جدیدن بچه باید خیلی دقیق تر اسمش چیه داشتن؟ نوب سگ عشق منی اشفگری، هر کی که حس میکنه نوب عشق داشو میده واقعا، کسانی که بی ادام گلبای داشو میدم. بچه سر همین دقت تیرت باید با شاتگان ها بهتر باشه. پس جدیدن یه چیز دیگه هم فهمیدم بچه ها، پرکا روی زمین کمه، یعنی نکنی من الان دقیقه چند بازیه الان روی شاتگانم کلا یه دونه پرک آبی دارم، همین یه دونه پرک آبی ریده، اونم کار خاصی زیادی نمیتونه کنه. اوکی سر همین نکنی بچه ها پرکام که کم شده ببین نکنی یه گان نکنی داشت میده نوازنده داشت میده واقعا نوازندگی نکنی اینو بچه تر اینو گوبرتون گوشم چجوری اینجوری کنی با گانتون ها. حالا فکر اسم این ویدیو چی اینجوری فکر اسمش هنر شاتگان بود. آره هنر شاتگان بچه هنر شاتگان چی کنیم فکر مال قرن ها پیشه، اونو فکر کنم اینو براتون میتونه بیاره که این آموزش این شکاناتون چجوری اینجوری کنیم. چی خواستم بگم خودتشون در مورد چی حرف میزنیم میگم ای داشم میدونم بسرگم
آها، پرک ها بچه ها کم شده. حالا اینو در نظر داشته باشید بچه ها، شاتگان ها پرک نیاز دارن، یعنی شاتگانی که پرک نداشته باشه بچه ها بازی کردن باش خیلی سخت داشته. این ناکن آخری تا نزد ورش نکرد، ناکن ناکن فینیش هم نمیشه، رفته پشت نرنای یزید و ناکن داجمید بزن به قضا. من الان با این گیم پلی مال قبل الانم که الان دارم فشار میکنم بمیر دیگه، اون منو از اونجا بزنن قطعا هدشات میشن. کاش اصلا این که بهش تیر نمیخوره ولی منو بزنن اونجا هدشات میشن، مثلا نیاتیر اونجا رد شه من بخوره تو هد داشون میره لابی. حالا نگم بچا AK47 SMG ها اینا خیلی کمتر، مخصوصا AK47 و مخصوصا رایفلا مثلا M4 AK47 اینا خیلی کمتر به پرک نیاز دارن تا شاتگان. بچا شاتگان رو خوبی بچا نمون داشون نازنده داشون واقعا میخوام اونجا استان بزنی عزیز تو. سر همین دوباره چون که پرک هم کم شده بیشتر حس میکنی که شاتگان ها ضعیف شدن، یعنی قضیه حسیه. ببین خود شاتگان ضعیف نشده، چیزای دیگه باعث میشه که حس کنی شاتگان ضعیف شده. حالا این که چه جوری با شاتگان بازی کنی اینا دیگه چون که طولانیه شاید بعدن یه ویدیو براتون در موردش بسازم. اینو بهم میگی بچه‌ها این دوتا یزید نکن، اینا باشون فایده ندن، جفتشون تو زون مردن. یعنی یزید واقعا یزید با تو زون چرا میمونی؟ نمیام بیرون داشونه بزنه 10 تا کیلی بیشتر بگیره، واقعا یزید. این از این. حالا بچه‌ها شاتگان چجوری، این که گفتم شاتگان چجوری بود داشون میده نوب سگیان شاتگان طول میکشه داشون نمیتونی انتظارش بدی. حالا بچه‌ها کنار همین قضیه ها بعضی از اتچمنت ها هستن، بعضی از اینو تو ذهن داشته باشین. اکتیویژن خب کلا نظر منا حتی خود اکتیویژن هم نمیشه گفت، خیلی از پلیرها حتی پلیرهای حرفه ای میرن مثلا به اکتیویژن میگن با ریپورت میفرستن میگن با شاتگان ها قوی ان شاتگان ها اینجوری ان شاتگان ها ضعیف ان هی میگن اونم دیگه مجبور میشه شاتگان ها رو یه دستی بهشون بزنه دیگه بلای سرشون بیاره. اوکی سر همین اکتیویژن به نظر من این چیزی که من حس میکنم بچا اتچمنت های خوبو میگیره ضعیف میکنه. یعنی مثلا اتچمنتی که ما میایم به شما میدیم و مثلا میبینیم مثلا واقعا میگم یه اتچمنت دیفالتی بود، اون اتچمنت دیفالت رو حس میکنم بچا تو این سیزن که برمیداری ها یعنی پشه کوره هم نمیشه باهاش زد، خود پشه کوره رو میبینی اونم واقعا نمیشه باهاش زد. یعنی شما بگو تیر اصلا هر زاویه بچا میخوام به قضیه نگاه کنم اون اتچمنت نمیندازه دیگه. ولی یه چیز خاصی که فهمیدم که سر همین قضیه است که این اتچمنت رو براتون آوردم، اصلا میخواستم تو ذهنمو براتون این اتچمنت رو بیارم، این بود که اکتیویژن دستش به اتچمنت هایی که مثلا زیاد خاص نیستن نمیره، مثلا نمیتونه بیاد مثلا چون مثلا اتچمنت HS میشه 100 نوچید دیگه درسته، بعضی از اتچمنت ها رو دستش نمیره برایش به نظرم سرشون بیاره. این چیزی که حسیه بچا به نظر خودم حس میکنم مثلا این اتچمنت رو بچا اما بچه ایش این اینا بذاری بذار قاطی نکنم موضوعات داشتون قاطی نکنم حال نشو مثلا این اتچمنت رو بچه نکنید به نظر نکن چقدر خوب میندازه نتونست بلای سرش بیاره. یعنی ببین دستش چون که بیشتر زیاد ببین اتچمنت هایی که هرچی پلیرها یه مثلا یه اتچمنت تو بازی هست همه پلیرها دارن ازش استفاده میکنن. اوکی اکتیویژن میاد اون یه اتچمنت رو ضعیف میکنه ولی اتچمنت هایی که کمتر پلیرها ازش استفاده میکنن بچه اون اتچمنت ها چی میگن اون اتچمنت ها قوی میمونن. سر همین بعد از این سعی میکنم بچه‌ها که سر دقیقاً سر همین قضیه است. خب اتچمنت های خاص سعی میکنم بیشتر بهتون اتچمنت بدم تو ویدیوها که مثلا چون میگم اتچمنت هایی که ما به شما میدیم یهو مثلا میبینیم مثلا 20000 نفر 30000 نفر میره اتچمنت رو استفاده میکنه اکتیویژن میگیره ضعیفش میکنه. اوکی سر همین اتچمنت هایی که بهتون میدیم و بچه‌ها از حالا من بقیه هر جا که میگیریم بچه‌ها استفاده کنین خیلی به کارتون میاد میگم دیگه. حالا بچه ها یه چیز دیگه خواستم چی بگم، خواستم با این موضوع قاطی نشد، همش تو ذهن من بود همش نمیدونستم دارم چی میگم یه تیکه همه چیز ریخته بود بهم. خدا چی خواستم بگم در مورد HS خدا داشون فکر کن زیاد وقت نداری فکر کن میدم میخواستی چی بگی در مورد HS یزید این چا بهش تیر نمیخوره بمیر دیگه یزید. اوکی 10000 تا تیر خورد اسمش نوبه سگه. چی خواستم در مورد HS بهتون بگم خدایا تو خودت فکر کن بزنم. آها یه چیز جداییه در موردش نیست در مورد بچه رکورد کیلا خیلی هم گفتیم اداشون رکورد کیل دنیا که 54 تاست بچه رکورد کیل دنیا خب توی چیز فکر نمیم کلن فکر کنم اینجوری حالا آلکاتراز که مطمئنم ولی فکر کنم کلن توی همین نقشا رکورد کیل دنیا بچه 54 تا با کامپیوتره، یعنی طرف با کامپیوتر با مال توکیو اون موقعی که این رکورد گرفته شده 54 تا زده با کامپیوتر گرفته. یعنی شما موسش رو میبینی وسط صفحه داره تکون میخوره عزیز، یعنی اینکه اون رکورد مال کامپیوتر اصلا حساب میشه. تاچ اسکرین مثلا مثل آیپد و موس و میگه آیپد و موس آیپد و گوشی و اینا بچا رکورد کیش 52 تاست
اوکی، حالا من خودم مال ایرانو که زدم، مال ایران بچه اصلا 46 تا بود، یعنی مثلا من میبینم یکی میگه نه 50 خورده بچه، نه رکوردی که ایران که ثبت شده اصلا دهن به دهن نیست، نه الکی یکی میگه ما من 56 تا زدم، کو کسی اینجور چیزی بچه ازش گیمپلی من ندیدم. خب یعنی گیمپلی نیست که ما همچین رکورد کیلی داشته باشیم، چون گیم رکورد کیلی که بچه‌ها میذاری باید گیمپلی کامل کامل باشه. سر همین رکورد کیلی ایران همون فعلا 50 تا داشته خود داشو میده. اینا اتچمنت بچه‌ها رو بزن عقب اینا کن، این یه چیز خاص بهتون میگم، این اتچمنت بچه‌ها رو کنین لیزر اون وان ام دبلیو رو بچه‌ها می‌بینید با این ببین اتچمنت، ببین دو تا اون چیزام روش گذاشتم، اون تیرم گذاشتم روش برای اینکه از اون حالت خاص خودش بیاد بیرون، اون لیزر قرمزم گذاشتم روش دوباره از حالت خاص خودش میاد بیرون. اکتیویژن هنوز چون که این اتچمنت خاص نیست ضعیفش نکرده، سر همین از این استفاده کنین بچه‌ها. مرسی که ویدیو رو دیدین، هر ویدیو دوست دارین بگین براتون درست کنم. عاشقتون بچه‌ها، مراقب خودتون باشین، تا ویدیو دیگه، بای بای.